درودی دیگر و درودی برتر. برنامه دیگر از زنجیره برنامه های دمی با شاهنامه پیشکش شما می شود. برنامه‌ای که درباره تاریخ و فرهنگ ایران هست و از کانال جهانی یک پیشکش شما می شود. برنامه دمی با شاهنامه درباره تاریخ و فرهنگ ایرانه و کوشش میکنه که ما رو با آینه تاریخ فرهنگیمون آشنا بکنه تا بتوانیم با بهره‌گیری از نیکی ها و بینش های خجسته فرهنگمون بهره هایی برداریم، باری بگیریم برای رسیدن به آینده بهتر و با آشنا شدن با تاریخ و فرهنگمون آنچه را که شایسته فردایمون هست پسنداز کنیم و در چنته داشته باشیم. برنامه در هفته 12 است که من برنامه ما آغاز کردم در تلویزیون کانال جهانی یک و برنامه شماره 11 هست، چون یک برنامه بازپخش داشتیم در 15 ژانویه 2015 برابر با 25 دی ماه 3752 زرتشتی 2722 مادی ایرانی، 2573 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1393 اسلامی و 1383 یزدگردی. برنامه رو درباره جمشید شاه گفتگو میکنیم. برنامه یه خورده همزمانه با هنگامی که شاه ایران، شاهنشاه ایران دل شکسته رفت. واژه شاهنشاه از شاه بهتره. چرا؟ چون برای کشوری که به این گستردگی هست، شاه شهریار یاری دهنده است. از خشتراس بارها گفتم شاهنشاه یعنی این که ما جاهای گوناگانمون فرماندارهایی داره که اونها کارهای خودشونو میکنن و شاهنشاه بر اونها برتری داره، که این شاهنشاه نمود فرهنگی است و کسی است که سمبول و نمود کشوره، برای اینکه این پیوستگی و همبستگی این کشور بزرگ به قرار باشه و کشور از هم دیگه پاشیده نشه. در فرهنگ ما بدیگون است. در برنامه گذشته درباره جمشید شاه گفتیم که هنگامی که بر اریکی قدرت نشست، پس از کیومرث، هوشنگ، تهمورث دیوبند، جمشید بر کار نشست. کارهای جهان رو بخش کرد، اومد گفت کارها رو باید بسازیم، کشور رو باید توانمند کنیم، باید قوی بکنیم. و در این زمینه کارها اومد، نخستین کاری که کرد آمد و ابزار جنگ رو درست کرد، چون میخواست کشور رو پیشرفت بده و در این پیشرفت باید کشور پدافند خوب داشته باشه که آنچه را که داشتن برش یورش نیارن و از دستش در نیارن. پس آمد در 50 سال نخستین جنگ افزار رو درست کرد. در 50 سال دوم اومد جامعه رو درست کرد، کاری که پیش از این آغاز شده بود و رشتن رو آغاز کرده بودن. این رشتن رو تافتن و شستن و بافتن و شستن کرد، یعنی مردم دیگه صنعتی شدن، میتونستن این چیزی که رشته شده ببافن، تا از تار و پود به هم بپیوندن، ببافن و پس از بافتن بشویند، که اونهایی کم سن من هستن و یا بیشتر از من یا کمی از من کمتر میدونن، در گذشته پارچه هایی رو که میبافتن میشستن که توی هم میره، چون هم بافتش تو هم میره بهتر میشه، استوارتر میشه، هم میگه کوچیک نمیشه اگه پارچه رو درست کردیم. پس از اون میاد رده بندی میکنه جهان رو، کشور رو یا جهان رو، مردمان رو. یک گروهی هستن که کاتوزیانه یا پرستندگانه، اینها رو میبره در کوه جایگاه میده، میگه شما جای شما باشه. ارتشیان یا نیساریان یا هوتخشاریان، اینها رو در پادگان ها جا میده در جای خودشون، که اینها هم برای اینکه اگر آنچه که دارن باید اینجوری باشه که اینها از دستشون نره، و چون رخت های خوشی داشتند و نماد قدرت بودن، مبادا بر مردم زور بگه، باید اینجوری باشه که این رده بندی رو کرد. پس از اون میاد نسودی، گروه دیگه، صنعتگران و کشاورزان رو، اینها رو در دسته های گوناگون جا میده. گامی چهارم میاد دوریه که دیگه آسایش درست شده، امنیت هست و اینک باید به کارهای بهتر شوندی کشور بپردازیم. چه میکند؟ خوردن و بخشیدن. بدین اندرون سال 50 نیست، بخرد و ببخشید بسیار چیز، یا بخورد و ببخشید بسیار چیز. هر دو درسته، که خوردن و هردن، که لورا میگن هردن، کردا میگن هردن، این درست است. خب این هم چهارمه 200 سال.
رده پنجم گفتیم خوردن و چیز بخشیدن رده پنجم و 50 سال ششم دست اندازی به دریاها و آسمان، نه اینکه دست اندازی به چیز منفیش، به گونه مثبتش، و اومد نگاه کرد که کشور باید افزایش پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و گذر میکنه به آب و به آسمان. و از دیدگاه من درست همین جاست که درگیر میشه با کاتوزیان، با دیدمداران، چون اونها میدونید که همواره اینها دریا و زیر زمین و آسمان رو اینها رو از آن خودشون میدونن، و هنگامی که پادشاهی بیاد میگه من هم موبدم هم پادشاهم و همه اینها رو میدونم، این یک گونه با اینا رویارویی میکنه، رقابت میکنه، و اینا نم نمک در کنار هم میان، که ما نمونهش رو درست در زمان محمد رضا شاه داشتیم. اینکه من زمان محمد رضا شاه و اندکی از رضا شاه یا این دوتا رو هم زمانی هم گنیم پیدا میکنم، توشون همانندی پیدا میکنم با دوران جمشیدی، و این برای تبلیغ اینها نیست، نه، این برداشتی که سالیان سال من دارم و دربارش بسیار گفتگو کردم. خب گفتیم در برنامه‌های گذشته پس از اینکه این کارها رو کرد و اومد، دید که باید بپردازه به کارهای خوشتر، پرداخت به اون هم زر و گوهر رو درست کرد، حتی اومد بوهای خوش در آورد، که من در برنامه های گذشته گفتم که در هنگامی که فردوسی زندگی میکنه و همه اومدن و میگن بوی خوش نباشه، زن بسته باشه، فلان در چارقت و چاقجور از اینا درست کردن، این میگه نه، بوی خوش هست و بعد گرمابه درست میکنه و همه اینها، یعنی فرهنگ و به رخ اون ایدئولوژی که اومده و نمیتونه با ایرانیان بسازه میکشه و به مردم یادآور میشه یادت نره زن تو، خواهر تو، دختر تو، مادر تو اینگونه آزادی داشته و اینجوریه. و در داستانهایی که پس از اون میاد و میبینیم، در داستان رودابه، در داستان تمیل، در داستان گردآفرید، در داستان بانوگوش هست و بسیاری دیگر، میبینیم که زن چه شخصیت ارزندی هست و بسیار داریم از اینها، چه مادر فریدون باشه بسیار داریم، یعنی یکی و دوتا نیستن. خب در اینجاست که تختی میسازه، با آسمان پرواز میکنه، کشتی میندازه، اینجا که میره دیگه درگیر میشه به اون، در حالی که کشور بسیار پیشرفت رفت کرده و کارها زیاد شده. گفتیم که پیشرفت داده از دریا و از صحرا. دوران جمشیدی دوران تابندگی مردم ایرانه و کشوری که حالا آریایی آزاده میخوننش و هرچی. در این دوره گرمابه درست شده همچنان و همونایی که گفتم کشتی درست شده، برای دست انداختن با آسمان کار درست شده و گسترش جهان در پی هست. ما اگر بیایم نگاه بکنیم در وندیداد، میبینیم برای نمونه که گفتگوی در میاد در وندیداد بخش یکمش، اگر نگاه بکنیم بین اهورامزدا و زرتشت، در این گفتگو میاد گفتگو میکنه، به حالت نمایش نامه است این، که زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو یا مینو، ای دادار جهان است و مندار، ای اشوند، تو که اهورامزدایی جز من که زرتشتم، نخست با کدام یک از مردمان هم پرسگی کردی؟ کدامین کس بود که تو دین اهورامزدا و اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودی؟ میگه به کی گفتگو کردی؟ اهورامزدا پاسخ میده، میگم این حالت نمایشنامی داره در وندیداد که ما رو به اندیشه واداره. پاسخ میده ای زرتشت اشوان، جم هورچهر خوبرمه، نخستین کسی از مردمان بود که پیش از تو زرتشت، یعنی پیش از تویی که زرتشت باشی، من اهورامزدا با او همپرسگی کردم و آنگاه دین اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودم. این بخش رو میتونید در کتاب آقای دکتر دوستخواه بخونید. خب پس از اون میاد میگه که دیگه نمیخوام همه رو بخونم، چون میدونید که پدر جمشید رو هم در اوستا و یونگهان میگن. بعد آنگاه جمع ازش پرسیدم، میگه باز باش گفتگو کردم، و پس من اهورامزدا او را گفتم هان ای جمع هور چهره پسر و یونگهان، تو دین آگاه و دین بردار من در جهان باش. و اونگاه جم هورچشم مرا پاسخ داد، من زاده و آموخته نشدم که دین آگاه و دین بردار تو باشم، یعنی در جهان این کارو بکنم. آنگاه من که اهورامزدایم او را گفتم ای جم، اگر
دین آگاهی و دین برداری را از من نپذیری، پس جهان مرا فراخی بخش. و پس از اون میگه که در سه گامه، در سه تا 300 سال جهان رو گسترش میده. در این اوستا سوای شاهنامه است که 700 ساله، که هنگامی که میگیم 700 سال زندگی کرد، در بندهش نامه نگاه کنیم یا بندهش، اون هم با سخن از 612 سال و چند ماه، که پس از 100 سال هم فرار از دست کسی یا دوری کردن از کسی مانند ضحاک، پس از اون یافته میشه و کشته میشه. پس اینو من از اوستا آوردم، یه اشاره هم به بندهش کردم یا بندهش کردم که اگه خواستید به اون نگاه بکنید که این سالیانش چگونه بوده. خب در برنامه گذشته باز میگم یادآور شدم که تختی درست کرد و به آسمان رفت، که یکی تخت پرمایه کرده به پای، بر او بر نشسته جهان کدخدا، نشسته بر آن تخت جمشید کی، به چنگ اندرون خسروی جام می. ببینید داستان پردازی که میشه از رای و داد و خرد دوری نمیکنه، از جام می و شادی هم دوری نمیکنه، که فرهنگ شادها رو نشون بده در برابر کسانی که اومدن که اندوه رو میپراکنن. چرا که فرهنگ ایرانی اندوه رو کار دیوان میدونه، نمیپذیره، ناشگون، بدشگون میدونه. و نشسته بران تخت جمشید کی، به چنگ اندرون خسروی جام می. من آن تخت را دیو برداشته، زهامون به ابر اندر افراشته، بر افراز تخت سپهباد زده، سراسر زمرغان همه صف زده، به فرمانش مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پر ز آوای نوش. در جای دیگه اومده به فرمان مردم نهاده دو گوش، که این در کنار آیه مطلقه. خب جهان تا بر آمد بر این سالیان، همی تافت از شاه فر کیان. ببینید تا اومده رفته به دریا و به هوا دست پیدا کرده، فر کیانی ازش رفته. یعنی خودتون پیدا کنید. و هنگامی که ما به داستان ضحاک که میرسیم، میبینیم که فر کیان رفته، و پس از اون که چو انداختن، جار انداختن، چو یعنی شایه پراکنه، چو ایرونیه، چو انداختن که این فر کیانی ازش رفته و منمی میکنه و منی میکنه، این گروه دینی این کارو میکنه. سپه سوارار ایران همه شاهجوی به سوی ضحاک روی میبرند و میان و اونجا اون دشواری که برای ایران پیش آوردن پیش میارن و خیلی درخور نگرشه، بسیار بسیار درخور نگرشه، که این شاهجویان میرن به سوی بغداد، یعنی بغداد که اون هنگام از اون ایران بوده، به اون سوی میرن و باز کسی رو میارن، یه ضحاکی رو که نخستین ضحاک باشه و به گونه اینا من میشه میگم بهش نخستین رئیس جمهوری ایران ضحاک، چرا که رفتن گزینشش کردن، برگزیدن اون رو. درباره برگشتن از جمشید از فرمان خدای براتون از شاهنامه یکم دکی میخونم. میگه جهان بود با آرام از آن شادکام، ز یزدان بدو نو به نو بود پیام، چو چندی برآمد بر این روزگار، ندیدند جز خوبی از شهریار، جهان سر به سر گشته او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی، یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. اینه که دیگه دارم میگم، منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، گران مایگان را ز لشکر بخاند، به مایه سخن پیش ایشان بران، چنین گفت با سال خورد مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. این درست همون چیزیه که به محمد رضا شاه پهلوی هم گفتن. یعنی ما اگر بیایم دوران محمد رضا شاه و رضا شاه رو نگاه بکنیم، همچنان که یه دوره 6 دوره‌ای برای جمشید برشمردیم، بیایم نگاه کنید مثلا دوران رضا شاهی رو. دوره‌ای داریم که ارتش رو درست کرد، یه دوره امنیت و سامان داد، اومد آموزش رو داد، آموزش و آزادی زنان و پوشاک رو، و پس از اون اومد بهداشت بود، شهرسازی بود، آب، گسترش آب بود، رادیو تلویزیون بود و برداشتن تریاک از دسترس مردم، سپس اومد صنعت و کشاورزی رو کار کرد. در دوران محمد رضا شاه که ببینیم، در دوران اگه نگاه کنیم از سال 20 تا 27، از 27 بگیریم تا 32، از 32 بگیریم تا 40، 40 41، از 41 بگیریم تا
46 که اومد ماشین ها و اینها صنعتی شد، از 46 بگیریم تا 50 و چند و 50 و چند تا 57 باز 6 دور است. این دوره ها بسیار بسیار همانندی میکنه. من چون زمانم آنچنان زیاد نیست که بخوام به همه اینا بپردازم، گذرا گفتگو میکنم. این دوره ها رو پس داشته باشین، ببینید کارایی هم که الان شده و من همکتون براتون میگم چقدر همانندی داره با دوران محمد رضا شاه و رضا شاه. اینی که اینها از دید من بسیار همخوانی دارن و تاریخمون تکرار شده، ما باید آشنا بشیم که نگذاریم تاریخمون باز تکرار بشه. چون این گفت با سالخورد مهان که من جز خویشتن رو کسی ندانم، و این یه خود شگفت انگیزه که یکی رو بیاد پادشاهی با اون قدرت با اون دانش که اومده مرگ و میر رو همه رو از میان برده، دارو رو درست کرده، این همه گسترش دانش داده، یک بار بیاد بگه که من از همه برترم، هیچ کی دیگه نیست جز من. میگه هنر در جهان از من آمد پدید، چون من تاجور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، ز روی زمین رنج من کاستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی، بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. ببین اینجایی که داره میگه، میگه جز من همانندی ندارم، چه ایرادم داره. به دارو و درمان جهان گشت راست، که بیماری و مرگ کس را نکاست. جز از من که برداشت مرگ از کسی، وگر در جهان شاه باشد بسی. شما را ز من هوش و جان در تن است، به من نگرود هر که اهریمن است. گریدون که دانید من کردم این، مرا خان باید جهان آفرین. اینجا ببینید دو چیز بینندگان و شنوندگان گرامی، دو تا نکته هست که از دید من شاهنامه به ما میگه. یک نکته این که ما در زندگی منم نباشیم، به خود باور داشته باشیم، دانش رو پیشرفت بدیم، اینها یک حالت تکبر به گفته اینها خود ستایی نداشته باشیم با اینکه خود باوری داریم. بخش دوم این برداشتیه که خب از گفته های موبدان و مغان پیش از زرتشت، هنوز زرتشت نیومده و میگم که دین مدارانه که میخوان زور مداران باشه و اینها ساخت و پاخت میکنن، و چه بسا که خب پیش از اونم رفتن با ضحاکیان هم گفتگو کردن، نمیدانیم، همچنان که بابلیان اومدن با کوروش گفتگو کردن، چه بسا که اینها هم با بابلیان گفتگو بابلیان یا ضحاکیان گفتگو کرده باشن. پس گریدون که دانید من کردم این، مرا خان باید جهان آفرین. همه معبدان سر فکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. ببینید پس رو به معبدانه، پس روبارویی با معبدانه. چو این گفته شد فر یزدان از اوی گسست، و جهان شد پر از گفتگویی. ببینید نکته چجوریه. نکته اینه که این موبدان افته داره باشون گفتگو میکنه، هنگامی که این گفتگو کرد اینا نپسندیدن، سرشون رو انداختن پایین نرفت و رفتن. ببین اینقدر اینا اونقدر جسارت شهادت شهامت هم ندارن که بیان بگن آقا نگو اینجوری، باش به گفتگو نمیشه. این پرسشی میگه و باور خودشو میگه، اونها نه بیرن، جهان شد پر از گفتگوی. چرا سخنی که شاه با اینها گفته باید جهان پر از گفتگو بشه؟ پس این نکته هایی در این هست که از دید من، برداشت من اینه که اینها درست مانند زمان محمد شاه یه حالت کودتا ماننده. میگه 23 سال از در بارگاه پراکنده گشتن یک سر سپاه. یادتون میاد همافران رفتن به دیدار آقای خمینی؟ یادتون قرباقی که گفتن که آقای قرباقی زنده یاد بدرعی هنگام که رفت پیش این قرباقی خائن و با هم گفتگو میکردن، گفتش که اگر تو بیای ارتش رو بیطرفی اعلام بکنی و بگی، من گارد رو میریزم تو خیابون و تو شهر و میگیرم شهر رو. و یکی از افسران گارد خودش به من گفت، گفت هنگامی که این رفت داشت میرفت، به سرباز نگهبانش دستور داد از پشت بزنش و اون زد بدرعی رو، و بدرعی رو دیدی که جایی هم ندید، جایی هم دربارش چیزی نیست. خب 23 سال از در بارگاه پراکنده گشتن یک سر سپاه. منی چون به پیوست با کردگار، شکستن در آورد بر کشت و گشت و کار. به وقتی شکست آمد در آورد و برگشت کار. چه گفتان سخن؟ حالا یک بکم دیگه نصیحت میکنه، پند میگه و میرسه به جمشید. بر تیرگون گشت روز، همی کاسو فره
گیتی فروز فرم که میدونید که میگفتیم پرهیزگاری و ایناست، ولی همواره چیزی بوده که در پیوند با دین مداران باش بوده. از او پاکی از دان چو شد خشناک، بدانست و شد شاه با ترس و باک. شاه که اینو پی برد ترسید و به خودش اومد که باید یه کاری بکنه. همین هچو آزرده شد پاکی از دان، از اوی به دان درد و درمان ندیدن روی. هنگامی که پس ببینید، هنگامی که از اون آزرده میشه درد و درمان هم از میان رفت. یعنی درست مانند هنگامی که تظاهرات درست شد، اینها درست کرده بودن، مردم حقوق میگرفتن، اینا تظاهرات میکردن و همه چی خوابید، چی درماها خوابیده بود، هیچ کار نمیکرد. همی ران جمشید خون در کنار، همی کرد پوزش برای کردگار. جمشید اینو که دید ترس و باب درش اومد و پوزش میخواست بر کردگار. یادتون میاد نامه‌ای که شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم؟ این نامه رو چه نوشته باشن، چه خود ایشون نوشته باشه، من کار ندارم، این کار پژوهشی است، ولی ببینید همونو اومد گفت و کسی نپسندید که شاید هم پسندید، جرأت نکرد بیاد پشتش وایسه. امروز میگن که شاه درست میگفت، اگه درست گفت چرا پشتش نایستادی؟ و بدین گونه بود که پادشاه هنگامی که دید مردم بدون گوش نمیدن، دیگه نهاد دو گوش به اون نیستن، اون کشور رو رها کرد و رفت و چه آمد و ضحاکیان آمد. این نکته هایی که من بهتون گفتم که این دوتا با هم سازگاری داره، بسیار بسیار همانندی داره و اینجاست که میرم به دنبال مرداس و مرداس کیست؟ به دنبال ضحاک و وارد داستان مردان و مرداس و ضحاک میشه. من چون درباره پادشاه، خب جناب شهرام بسیار به نیکویی و با آگاهی بسیار خوبی که دارم در این باره خواهند گفت، ولی من در یه برنامه رادیویی درباره رفتن پادشاه و نیرنگی که امریکا با کار بود برگرفته از کتاب امیر اصلان افشار که پژوهنده ارزنده آقای علی میتفرس روش کار کرده گفتگو کردم، در یه برنامه رادیویی هست که یکی دو سال پیش گفتگو کردم و در برنامه تلویزیونی که باز کردم که پادشاهو بهش نیرنگ زدن و گفتن که بیا امریکا و اونجا دیدار داشته باشیم، سر راه به اصفهانم برو، به قاهره برو، ببینید این صلح اسرائیل و مصر چگونه میشه، عرب اسرائیل. و به این گونه شاه رو از بیرون، از شاه ایران بیرون بردن و شاه هم خود یک چیزهایی میدانست. داستان جمشید، پادشاهی که کشور رو ساخت، کشور رو سامان داد، کشور رو از پراکندگی در آورد، از پراکندگی امنیتی. خب چون همواره دیوان میبودن، یورش میبودن، درسته که تحمرش اومد دیوار رو بند کرد، از اونها نوشتن و خوندن آموخت، همه اینها بود، ما تا اون سامان بسنده و درخور رو که باید دیگه آرامش بر قرار باشه، این رو جمشید داد. و هنگامی که این کار کرد، نه بر دوستان خوش آمد، دوستانی که دین مدار و زور مدار بودن و میخواستن زور مداری و دین مداری در دست اونا باشه و بتوانن مانند گذشته هایی که اگر نگاه کنیم به داستان های وندیداد و جاهای دیگه، این موها و معبدان اون زمان پیش از زرتشت چه میکردند و چه میخوردند و چقدر پول از مردم میگرفتند یا گاو و اسب و گوسفند میگرفتند، پی میبریم که هنگامی که میاد پادشاه و اصلاحات ارضی میکنه، اون شش اصل رو میگذرونه و پس از اون اصلهای دیگه تا 18 اصل میاد. و من یادم یکی از اصلها این بود که شما باید، ما باید کاری بکنیم که دهقانان و کشاورزانمون، صنعتگرانمون، همه بویژه کشاورزان، اینها در همه زندگیشون اینها از آسایش و از بیمه برخوردار باشن. ببینیم محدودیت در ایران درست شده بود، آموزش رایگان بود، هیچ کسی هیچ پول نمیداد. یعنی اگر آموزش ها رایگان نشده بود، راستش من خودم، پدرم کنتراتچی بود در ارتش، با ارتش کنترات میبست، ورشکست شده بود و من خودم دیگه در هنگامی بودم که اگر آموزش رایگان نبود، پدر من پول نداشت که من پول بده برم آموزش ببینم. و این آموزش در سال دهه 50 درست شد. بیمارستان در همه جا بود. در یه سخنرانی که پادشاه میکرد میگفتش که در آینده یک چیزی مانند تلویزیون که همون
کامپیوتر باشه هست در روستاها، و اونها با مرکز گفتگو میکنن و مرکز میگه که چه کار میکنید چه کار نکنید. در همون هنگام بود که بچه های کورفدراسیون ریشخند میگرفتن، سد دز درست کرده بود به گفته بررسی میفرتروس، میگفت در هنگام اومده بودن که پخش میکردن که این سد دز دروغ، ایران همچی کاری نمیتونه بکنه و این تنها و تنها یک شو هست، در حالی که سدی به اون بزرگی که امروز هم هست میبینیم که ساخته شده بود. پس این همانندی که من میدم در این روزگاران برای اینه، و رفتن پادشاه جمشید با پادشاه محمد رضا شاه بسیار همانندی داره، چون دارم شاهنامه رو میگم و من کارم سیاست نیست، به همین اندازه بسنده میکنم و امیدوارم که سروران دیگه به این بپردازن. من برنامه رو اینجا به پایان میبرم و واگذار میکنم کارها رو و دنبالی داستان رو به برنامه‌های دیگه. فراموش نکنیم درباره چیزهایی که من از من پرسیده بود در بازی واژگان نه تنها پارسی که لوری، کردی، بلوچی و بخش‌های گوناگون ایران زمین از من پرسیدید باشه، من اینا رو برنامه‌ریزی می‌کنم به گونه‌ای که در پایان برنامه بتونم به اینا بپردازم. این یک. دو، درباره فرهنگ ایرانی و فرهنگ هلنی یا یونانی به زودی یک یا چند برنامه گمان کنم بشه. درباره اودیسه، درباره ایلیاد، هومر، فردوسی، همانندی هایی با شما گفتگو خواهم کرد که اینها رو دارم ردبندی و کلاسه میکنم که براتون بگم. داستانم باید به یه جایی برسه که من بتونم بخش بندی بکنم. پس ما داستان رو از گیمره تا کیومرس دنبال کردیم، به سیامک درگذشت رسیدیم، به هوشنگ، به طهمورث دیزفن و جمشید. کوشش بکنم کوتاه بگم که شما بتوانید پیگیری کنید. درباره کتاب ها همچنان که میدانید در تلویزیون کانال یک هست، میتونید سفارش بدید، برای شما فرستاده میشه همه کتاب هایی که هست و در دسترس هست، یعنی داستان سهراب گردآفرید به فارسی، داستان سهراب گردآفرید به سوئدی، آموزش زبان فارسی که بیشتر دست میهن پرستی آموزش میهن پرستی میده، و پژوهشی در اوستا و آینه زرتشتی که اینها در دسترس هستن. بامدادان یک و دو از میان رفته، یعنی ندارم. روز روزگار بر شما خوش. امیدوارم تندرست و شاد باشید. بدرود تا درودی دیگر.